<applause> واکنش به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت نوروز که سال 90 را سال جهاد اقتصادی نامید همچنان ادامه دارد در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار بکنند فرهاد بشیری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بعد از روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی نامگذاری سال 90 به عنوان جهاد اقتصادی را بر نیاز اصلی جامعه و کشور ارزیابی کرد جمشید پژوییان رئیس شورای رقابت ظهر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس حل مشکلات اقتصادی کشور را نیازمند هماهنگی آملان اقتصادی قوای مقننه، مجریه و قضایی عنوان کرد و مشکلاتی از قبیل بیکاری و رکود را ناشی از عدم هماهنگی بین قوای سگانه دانست سخنان رئیس شورای رقابت در حالی بیان می شود که حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر این موضوع که دولت مهمترین مانع در جلوگیری از توسعه اقتصادی به شمار می آید خواستار آن شد که دولت تصدیگریش در اقتصاد را به حد اقل برساند و تنها نقش ناظر را بازی کند تا جهش اقتصادی حاصل شود رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد نمیتوان برنامه اقتصادی را به صورت مجزا در داخل کشور و بدون ارتباط با دنیا پیاده کرد و به توسعه رسید حجت الاسلام علی بنایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه سال 90 سال واگذاری بخش‌های دولتی اقتصاد به بخش خصوصی است اظهار داشت در سال جهاد اقتصادی مدیریت بخش بزرگی از اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی سپرده می شود در همین حال حسن شعبانپور عضو کمیسیون انرژی مجلس بعد از ظهر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خواهان آن شد که مسئولان برای رسیدگی به جهاد اقتصادی شعار ندهند بلکه عمل کنند وفا زربهاری صدای آمریکا